کابل امروز میزبان معید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان بود. سفری که قرار بود یک هفته پیش انجام شود اما به دلیل خرابی هوا لغو شده بود. مشاور امنیت ملی پاکستان در نخستین روز سفرش به کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه و سلام حنفی معاون دوم رئیس الوزراء دیدار و گفتگو کرده است. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل در توییت نگاشته است: معید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان با ملا عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای افغانستان دیدار داشتند و در مورد تقویت روابط برادرانه پاکستان و افغانستان به منظور ارتقای تجارت، ترانزیت و اتصال گفتگوها صورت گرفت. آنها در اینجا با مقامات امارت اسلامی افغانستان روی مسائل مختلف سیاسی، امنیتی، تجارتی، اقتصادی، ترانزیتی و در کل روی گسترش و تحکیم روابط هر دو کشور صحبت و گفتگو می کنند. پس از تسلط امارت اسلامی در افغانستان، شماره از مقام‌های ارشد پاکستانی با شمول رئیس استخبارات وقت این کشور و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از کابل دیدن کردند. این در حال است که در هفته‌های پسین درباره چگونگی حصارکشی مرزی و نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند جنجال‌های به میان آمده است. د افغانستان ته د راتک ډیر اړین دی، ځکه چې موږ ویلی شو چې معید یوسف د پاکستان کې داسې حیثیت لري لکه زلمی خلیزاد چې په افغانستان کې درلوده، یعنی دی د پاکستان کې لکه دویم زلمی خلیلزاد دی، او دا چې پاکستان کې کوم پالیسی او لوبه کیږي د پاکستان په امنیتي چارو کې نو امریکایان د ده په ذریعه باندې هغه لوبه کوي، ځکه چې د هغوی خاص سړی دی. از سوی شایخ رشید وزیر امور داخلی پاکستان هفته گذشته گفته بود که در حدود 21 کیلومتر کار حصارکشی میان دو کشور باقی مانده که قرار است به زودی تکمیل شود. اما امارت اسلامی بارها گفته که تلاش میکند این موضوع را از راه گفتگو حل و فصل کند.